در خصوص حادثه پنج دی با مخاطبان پایگاه خبر رادیو کنورد صحبت کرد. من خودم کوهنورد هستم، دانش آموخته رشته روانشناسی هستم، ولی خودم نزدیک یک دهه است که به کوهنوردی میپردازم. متاسفانه حادثه ای که در واقع سال 99 اتفاق افتاد، پنجم دی، بسیار دلخراش بود، مخصوصا برای خود من که در واقع هم نوردانم، حتی اگر توی تیم های دیگر بودن، متاسفانه خیلی از دست رفتن، بخششون افراد کوهپیما بودن. من همیشه گفتم و حالا متخصصین امر هم همیشه از آن میکنن که کوهپیمای و کوهرو با کوهنورد حرفه‌ای فرق میکنه. یه سری از دوستان هستن که فقط یه سری تجهیزات تهیه میکنن و به صرف داشتن این تجهیزات تصورشون بر این هست که کوهنورد شدن و بدون آموزش، بدون تخصص، بدون اینکه دوره‌های سنگنوردی برن، دوره‌های کوهپیمایی برن، دوره‌های پزشکی کوهستان برن و بتونن از تجهیزات و از لوازم فنی استفاده بکنن، اعزام میشن به کوهستان. و خب جو جامعه ما هم به شکلی هست که حالا با رشد شبکه‌های اجتماعی چند تا لایو میگیرن، توی اینستا منتشر میکنن، اکثرا هم فالوورهای زیادی دارن، این تصور رو ایجاد میکنن که بله، این ورزش بسیار ورزش مفرح و با هیجانیه و ما میتونیم بریم و هیچ اتفاقی هم برای ما نمیفته. متاسفانه علارغم هشدارهای سازمانهای زیرآب مثل هواشناسی میان و صعود انجام میدن، تجهیزات لازم رو ندارن، دانش لازم رو ندارن و بعد چه اتفاقی میفته؟ متاسفانه جان خودشون رو از دست میدن، دچار مصدومیت میشن و این عواقب بسیاری داره، هم برای خود کسانی که بازمانده هستن، یعنی دوستانشون رو از دست میدن یا خودشون آسیبی دارن و اون خاطره هیچ وقت از ذهنشون پاک نخواهد شد. با توجه به اینکه من خودم آسیب دیدم، در واقع سالهاست که آسیب دیدگی مزمن داشتم و خیلی از این بلاهایی که دوستان میشنوند سر من و اکیپ من، سر اعضای تیم من هم آمده. و بعد بخش بزرگتر و فجیع‌تر به نظر من مال زمانی هست که خبر فوت این عزیزان به خانواده هاشون میرسه و نمیتونیم واقعا تصور کنیم که چه اتفاقی میفته وقتی که این عزیزان میشنون که فرزندشون فوت شده یا حتی خبر شنیدن این که مفقوده این، یا مثلا بر نمیگرده خونه و اینها نگران عزیزشون میشن که الان کجاست. و خب شرایط عادی نیست. در محیط شهری تا آمبولانس به مصدوم ما برسه، مخصوصا تو شهری مثل تهران، کلی زمان صرف میشه، چه برسه به وقتی که توی جاده صعب باشه، تو مسیر صعب و سختی باشه که سال پیش حادثه کلکچار رو ما داشتیم. و جالبه که خیلی از دوستان و خیلی از مردم ما بدونن که حتی حرفه‌ای ها رو ما از دست دادیم. دو سه تا از دوستان کسانی که من میشناختم و خبرشون به من رسید، بسیار آدم های حرفه‌ای بودن، سنگ نورد بودن، هیمالیا نورد بودن، کسانی که توی کلکچال دوچار حادثه شدن فقط به خاطر افت دما. یعنی کوهستان با کسی شوخی نداره و اولین خطا ممکنه که آخرین خطای کوهنورد باشه. یکی از ورزش‌هایی که بیشترین میزان تلفات رو در بین ورزشکارا به خودش اختصاص داده این ورزش. و چرا این اتفاق میفته؟ چون شما با چیزی مثل کوهستان و طبیعت سر و کار دارین. حریف خیلی قدر اصطلاحاً و کافیه که یک بار شما بیگدار به آب بزنی و جانت رو سر این قمار از دست بدی. خانم دکتر، آیا صعود به هر قیمتی آری؟ نه، به هیچ عنوان. من خودم یکی از کسانی بودم که اوایل جوان‌تر بودم میگفتم که صعود باید اتفاق بیفته به هر قیمتی، یعنی صعود برام مهم بود. ولی بعد از اینکه یک سری حوادث رو دیدم، بعد از اینکه یک سری اتفاقات برای خودم و برای همنوردانم افتاد، به نتیجه رسیدم که اصلا و ابدا صعود اصل نیست. من بهش میگم سندروم صعود. ما سندروم صعود داریم، یعنی تحت هر شرایط آب و هوایی، تحت هشدارهای سازمانهای حالا امدادگر و زیرآب، تحت هر شرایطی برای هم نوردانم و برای خودم، من باید برم صعود کنم. این میشه سندروم صعود. من این رو رد میکنم و اصلا هم تایید نمیکنم و پیشنهاد هم نمیدم. الان خود من به محض اینکه ببینم حال جسمانی و روانی خودم خوب نیست، آسیبی برای هم نوردانم ایجاد شده. و بعد ما یک سری قوانین طلایی داریم در کوهستان، مثلا قانون ساعت 14
که ما میگیم شما وقتی که در تابستان هستی، فصلای گرم هستی، به ساعت 14 میرسی دیگه باید چه با صعود چه بدون صعود باید برگردی. وقتی میبینی که هوا مهالوده، وقتی میبینی که هوا خوب نیست، طوفان و کولاک در راهه و داره به شما نزدیک میشه، اینجا عقل حکم میکنه شما برای حفظ جان خودت و هم نوردانت و به خاطر خانوادت و خانواده های اون عزیزان که همراهت هستن در واقع صعود رو کنسل کنی و برگردی. رادیو کوهنورد روی موج همدلی فرکانس بی نهایت. عرض سلام و درود و خدا قوت دارم خدمت همه شما مخاطبان گرامی پایگاه خبری رادیو کوهنورد. پایگاه خبری رادیو کوهنورد طبق قانون مطبوعات در حوزه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، محیط زیست، هلال احمر و گردشگری در سراسر کشور فعالیت می‌کنه. تا یادم نرفته باید خدمتتون عرض کنم که این رسانه هیچ گونه رابطه حقوقی و غیر حقوقی با صدا و سیما نداشت و نداره. شما هم میتونید سوژه ها و دغدغه های خودتون رو با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید.